مگه قرار نبود 20 قسمت باشه؟ بعد شد 15 قسمت، الان گفتید هفته دیگه قسمت آخره. اوکی، ما با این هم مشکلی نداریم، اما من فهمیدم قاتل کیه، یعنی یه حدسی دارم با فکتی که غیر این نمیتونه باشه. درود و سلام و عرض ادب، من کیارش اقتداری هستم از کانال نوت فیلم با بررسی قسمت 13 سریال پرطرفدار افعی تهران. بهتر بگم بررسی کلی روش خواهیم داشت و در ادامه قسمت 13 رو بررسی خواهیم کرد، چون در گذشته من باهاتون نبودم توی برنامه ها. با سریالی مواجه هستیم که بسیار سلیقه من هست. چرا؟ ببینید، در ابتدای سریال، مخصوصا در قسمت‌های اول و دوم، بازی ضعیف بازیگرهای گذری که من مقصر این موضوع آقای سامان مقدم یعنی کارگردان میدونم و همچنین موسیقی‌های خارجی که پخش می‌شد و فلش‌بک‌ها من رو اذیت می‌کرد. اما در ادامه رفته و رفته بهتر شد. چرا؟ دلیل دارم براش. ببینید، سریال افعی تهران مثل خیلی از سریال‌های چه در حال پخش چه سریال‌هایی که در گذشته دیدیم، مثل پوست شیری که دنبال قاتل بودیم توش، ما قرار نیست سریال جنایی و یا پلیسی رو ببینیم. با سریال اجتماعی در حین حال سریالی که سرشار از فرهنگ سازی رو داریم میبینیم. این نوع از برنامه ها، فیلم ها و یا سریال ها نیاز به صبر داره، یعنی بیننده باید بیننده صبوری باشه تا با شخصیت ها همراه شه. چرا؟ چون این نوع از سریال ها فیلم نامش بر پایه داستان نیست، بر پایه شخصیته، بهتر بگم شخصیت محوره. برای مثال یک سری کلوزآپ های خیلی زیاد ما در حین سریال میبینیم، یعنی از قسمت اول تا قسمت 13. این کلوزآپ ها شاید در یکی دو قسمت اول بیننده رو اذیت کنه، اما در ادامه وقتی همراه میشیم با شخصیت اصلی داستان، یعنی آرمان بیانی که آقای پیمان معادی بی‌نظیر از پس این نقش برآمده که نویسنده کار هم خودشون هستند، حس بهتری میگیریم، چون داریم با شخصیت اصلی داستان همزادپنداری میکنیم. پس در اینجا اون کلوزآپ های بسیاری که گرفته میشه و ما نمای لانگ شات نداریم، مثلا زمانی که آرمان بیانی داخل دانشگاه داره تدریس میکنه، ما باز هم اونجا هم کلوزآپ داریم، یا در خیلی سکانس های دیگه بیننده رو اذیت نمیکنه، چون ما قراره هر چیزی رو از دید آرمان بیانی که شخصیت اول داستان هست ببینیم و با ایشون همزادپنداری کنیم. یک مثال ساده در قسمت 13، زمانی که پلیس آرمان بیانی رو صدا کرد و آمد داخل ماشین راجع به قاتل و افعی تهران باش صحبت کرد، آرمان بیانی بدون درنگ گفت من اینو نمیشناسم. در لحظه اول، اولین باری که دارید این سکانس رو مشاهده میکنید، شما هم خیالتون راحت میشه که این شخص رو در سریال ندیدید. چرا؟ چون به شخصیت اصلی داستان که آرمان بیانی باشه اعتماد دارید. پس سریال کار خودش رو داره درست پیش میبره. سم متفاوت. نه نمیشناسمش. اینه؟ بله مطمئنم، نمیشناسمش، نه جای دیدمش. گرفتینش؟ راجب فلشبک ها گفتم در ابتدای صحبتام، اون هم به مرور زمان دیگه اذیت کننده نبود، همچنین موسیقی های خارجی که پخش میشد. دیگه بعد از قسمت سوم چهارم لذت میبردیم از شنیدن این نوع موسیقی ها، چون تلفیق شده بود به عنوان یکی از اجزای سازنده سریال که جدا ناشدنی هست از شخصیت آرمان بیانی. چون دارم قسمت‌های کلی رو بررسی می‌کنم و می‌خوام در نهایت برسم به قاتل که پیداش کردم، بهتون میگم کاری که آقای رضا یزدانی هم برای این سریال ساخت یکی از کارهای بسیار بی‌نظیر ایشون بود که من خیلی لذت بردم از شنیدنش. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه. خیلی هوشمندی می‌خواد ساخت این نوع از سریال‌ها، چون در عین اجتماعی بودن و درام بودن ژانرش و همچنین فرهنگ سازی که داره انجام میده، بیننده رو میکشونه. چرا؟ چون دست گذاشته روی نقطه ضعف بیننده، یعنی حس کنجکاوی، موضوعی که باعث پربیننده شدن سریال پوست شیر شد. تا آخر دنبال قاتل بودن همه. اینجا هم یک سری ها رو داره این شکلی همراه میکنه با سریال، اما هدف اصلیش اون نیست. ماهور نعمتی عزیز، دو قسمت جات خیلی خالیه، دلمون برای تنگه، برای بازی زیبات واقعا جای خالی و اون قند و بانمک بودن ماهور نعمتی
حس میشه در داخل سریال عفی تهران. خیلی گوگولی هستی شما. قسمت گذشته هم 30 دقیقه بود، کم بود به نظرم. ببینید در ابتدای صحبتام گفتم این سریال قرار بوده 20 قسمت باشه، بعد شد 15 قسمت و الان متوجه شدیم که هفته دیگه با قسمت آخر این سریال مواجه هستیم. حالا یا دستخوش سانسور شده که من احتمال 90% میدم چون دیگه ما عادت کردیم به این قضیه، یا سازنده اثر و خالق اثر تصمیم گرفته که این شکلی باشه که فکر میکنم خیلی بعید باشه. امکانش هم هست تا یک سری حدس و گمان ها شکل گرفته و خواسته به خاطر شک وارد کردن به بیننده عوض کنه داستانو، ولی بعید میدونم. من احساس میکنم که دستخوش سانسور شده با توجه به اینکه قسمت گذشته سریال فقط 30 دقیقه بود. به نظر من این سریال قاتلش رو نمیتونه از یه جای دیگه بیاره وارد داستان کنه مثل سریال پوست شیر. اصلا مشکل اصلی که من با سریال پوست شیر داشتم همین بود. چرا؟ چون با تمام شخصیت ها داریم پیش میریم، چون ما رو درگیر داستان میکنه، چون داره یک سری نکاتی رو خیلی نامحسوس به ما یاد میده. قطعا نمیتونه قاتل این سریال خارج از شخصیت هایی باشه که تا الان باش همراه بودیم. یک درختی وجود داره در خواب ها و خیال های آرمان که در قسمت های گذشته هم دیدیم. حالا این درخت چیه؟ ببینید از نظر من این درخت با توجه به اون تصویربرداری که داریم میبینیم یک دوراهی رو شکل میده. آرمان در وسط این دوراهیه بود. بین خانواده علاقش سینما یا حالا قاتل بودن که در ادامه میگم. الان این دوراهیه رو داره پیدا میکنه. برای همین مجددن بعد از گذشت 5-6 قسمت ما دوباره درخت رو دیدیم. یعنی داره راه خودش رو پیدا میکنه. این برای درخت رو داره پیدا میکنه. با توجه به دیالوگی هم که مهران مدیری در قسمت پیش بهش گفت که خانواده نمیتونه کم اهمیت تر از سینما باشه و اعترافی که خود آرمان بیانی در این قسمت روی تخت بیمارستان کرد، پس نشون میده که از این دوراهیه داره خارج میشه و مسیرش رو پیدا میکنه. حالا راجع به اون سکانسی که گفتم داخل بیمارستان بود یه صحبتی دارم. حرفایی که پیمان معادی در اون سکانس زد یک سری حرفای کلیشه‌ای بود که اگر ما در قالب یک سریال یا فیلم دیگری میدیدیم به شدت زننده بود برای ما، چون کاملا کلیشه‌ای بود، چیزی بود که هممون میدونیم. اما اینقدر شخصیت پردازی پیمان معادی که نویسنده کار هم خودش بوده و بازی ایشون بی‌نظیره، جملاتی که تکرار مکررات برای ما بود و همه ما میدونیم هم دوباره ما رو به فکر فرو واداشت. خیلی زیباست. همیشه فکر میکردم اگه یه روز یه طوری میشه 4 نفر آدم دور و برم هستن بیارنم بیمارستان پیشم بمونن، حالا ببینم هیچکس. خدا رو شکر راجع به این شایعه‌ای که پیش اومد در داخل صفحات اجتماعی مخصوصا اینستاگرام که زمانی که شخصیت اصلی داستان یعنی آرمان بیانی رفت شمال و داشت از خودش فیلم میگرفت، تصویر پشت اون تلویزیونی بود که خریده بود، اما خودشون یه استوری گذاشتن داخل اینستاگرام و با گذاشتن همون استوری همه حرفا و حدس‌ها نقد شد. شخصیت اصلی داستان پروتاگونیستی هست که در نهایت قراره برای ما قهرمان سیاه باشه، یعنی یا خاکستری باشه یا سیاه، موفق نشه. همه ماها یک آرمان بیانی درون خودمون داریم، اصلا منکری نمیتونید بشید. حالا بریم سراغ بحث جذاب قاتلی که بهتون گفتم. آقا 2 فکت وجود داره، اصلا خارج از این 2 نمیتونه باشه. اول این جمله رو بگم، اگر در قسمت‌های ابتدایی سریال که ما صحبت‌های آرمان بیانی با مشاور خودش یا روانشناس خودش رو شنیدیم، اینجا جا داره اشاره کنم به بازی زیبای خانم سحر دولتشویی که در طی سریال دیالوگ زیادی نداشتن اما چهرهشون گویای حرفای بسیاری بوده تا حالا. داشتم میگفتم اگر در اون صحنه و در اون سکانسی که این 2 نفر با هم مواجه شدن و آرمان بیانی گفتش که من با قاتل همزاد پنداری میکنم با افعی تهران، اونجا متوجه میشدیم که افعی تهران خود آرمان بیانی هست، یعنی در قسمت‌های آیندهش واقعا تو ذوق میخورد و اذیت کننده. اما الان تنها چیزی که با تموم شدن این سریال من رو ناراحت میکنه اینکه قاتل آرمان بیانی نباشه. با توجه به اختلالات روانی و شخصیتی که آرمان بیانی داره و در راه خودش رو پیدا میکنه، الان اون درختی که براتون توضیح دادم قاتل خود آرمان بیانی هست.
همونطور که روانشناس در یکی از جلسات خودش با آرمان بیانی گفتش که من نسبت به یکی از مراجعه های خودم اشتباه کردم و احساساتم بر علمم غلبه کرد و فکت هایی که از اول تا اینجای سریال راجع به شخصیت آرمان بیانی میدونیم دیگه نیاز به گفتن نیست، چند تاشو گفتم، بقیهشو هممون میدونیم باش همراه شدیم. اینجا هم احساس میکنم احساساتش غلبه شاید کرده باشه بر علمش و قاتل خود آرمان بیانی هستش. اما فکت دوم، امکان داره چون سریال متفاوتی بود در تاریخ سینما ایران و بیننده رو به فکر فرو وامی داشت راجب قاتل، راجب پندهای اجتماعی، راجب فرهنگسازی، راجب مشکلات زناشویی، راجب بحث‌های روانشناسی و در ابتدای قسمت 13 از بیننده ها درخواست شد که نظرات خودشون رو در رابطه با سریال عفی تهران بفرستند، شاید در انتهای قسمت 14 بدون قاتل سریال تموم شه، یعنی پایان باز و قضاوت بر عهده بیننده هایی که نظرشون رو فرستادن در قالب یک ویدیو کلیپی باشه. این هم میتونه باشه. اگر غیر از این دو حالت باشه فکر نمی کنم دیگه جذاب باشه. این دو حالتی که گفتم بهترین اتفاقی بود که میتونست بیفته. چند تا نکته فراموش کردم بگم در رابطه با توجه به جزئیات خیلی زیاد در این سریال. یعنی فیلم برداری در حین داستان و فیلمنامه در کنار کارگردانی و بازی‌های خوب همه دست به دست هم میدن. اونجایی که پیمان معادی عصبانی شد و گفتش که من زن و همسرمو گذاشتم کنار به خاطر سینما، بلافاصله فوکوس دوربین روی دست فیلمبرداری که حلقه ازدواج داره، اما نه توی انگشت ازدواج، توی این انگشتش. خیلی نکات جالبیه که به نظرم با دقت بسیار بهش توجه شده. همه زندگی رو من گذاشتم رو سینما، زنم، بچم، خانوادم، آبروم، گذاشتم، همه چی رو دادم برای سینما. و یک سری نکات دیگه مثل اینکه آرمان بیانی در قسمت‌های قبل زمانی که داشت با خانم سهر دولتشهی به عنوان مشاور خودش صحبت می‌کرد راجب همسرش انقدر بد نمیگفت. اگر خاطرتون باشه در یکی از قسمت‌ها دلیل جدایی از همسرش رو تفاوت سلایق، تفاوت خلق و خوی و چیزهای دیگر اعلام کرد، اما در مکالمه‌ای که همسرش یعنی آزاد صمدی که ایشون هم بسیار زیبا بازی میکنن با خانم سهر دولتشهی داشت، از اول دنبال به قول خودمون ایراد بنی اسرائیلی بود. چرا؟ چون از سهر دولتشهی خوشش میاد. لات کدومه؟ چرا به بچه میگی لات؟ این چیزی که تو تحویلم دادی لاته دیگه. همین کارا رو پیش من هم که بود میکرد. خانم دکتر شما چرا هیچی نمیگین؟ اینها نکات ریزیه که بیننده سطحی شاید بهش توجه نکنه، اما بیننده‌ای که در دل داستان داره همراه با داستان پیش میره براش خیلی جذابه. یعنی داره هم اون بیننده‌ای که کنجکاوه و میخواد بدون قاتل کیه رو در بر میگیره، هم بیننده‌ای که عمیق به مسائل روانشناسی، زناشویی، اجتماعی، فرهنگی و غیره میپردازه. خیلی زیباست. و در نهایت راجب موسیقی که آرمان بیانی توی چند مکالمه‌ای که تا حالا داشته و ما شنیدیم گفته من توی خوابم این آهنگ ها رو میشنوم، اما خبری از اون آهنگ و موسیقی برای شخص سوم و یا دانای کلی که ما باشیم نیست. یه فکت میتونم بگم، نمیدونم تا چقدر میتونه درست باشه، ولی امکان داره یکی از دلایل اختلالات آرمان بیانی، اختلال داره دیگه هممون میدونیم، این باشه که در کودکی شاید بهش تجاوز شده باشه و در حین تجاوز این آهنگی که ما نشنیدیم پخش شده باشه. این هم میتونه یک فکتی باشه راجع به این قضیه. چرا؟ چون محور اصلی داستان و هدف اصلی داستان در کنار فرهنگسازی های دیگه مثل رفتن داخل مترو، با صدای آروم صحبت کردن، تو گوشی بقیه نگاه نکردن و یا اهمیت دادن به حیواناتی که در خیابون هستن و خیلی چیزهای دیگه، محور اصلی و موضوع اصلیش به نظر من نقش پدر مادر در تربیت فرزنده که چقدر میتونه در آینده بچه مؤثر باشه، چیزی که ما در زندگی آرمان بیانی و در زندگی بابک که پسرش رو داریم میبینیم. پس این فکت هم میتونه درست باشه. فراموش نکنید غیر از این دو فکتی که راجع به قاتل گفتم چیز دیگری نخواهد بود، اما خیلی مشتاقانه منتظرم نظرات شما رو بشنوم. حتما برای ما بنویسید، لایک و سابسکرایب و حمایت از کانال نوتفیلم فراموش نشه. برنامه‌های موسیقی هم همچنان ادامه داره، در هفته‌های آینده خواهید دید. هفته آینده یعنی قسمت آخر عفی تهران رو در خدمتتون نخواهیم بود.
به دلایلی که الان نمیگم، اما هفته بعدش یه سورپرایز خیلی ویژه و عجیب غریب خواهیم داشت در کانال نوت فیلم. با ما همراه باشید. شب و روزتون بخیر. بدرود.